سلام بیننده های عزیز و سرویس خبری از تلویزیون بامیان با من سیما امیری خوش آمدید. نخست سر خط خبرها. آزادسازی دو زندانی طالب از ولایت بامیان. ثبت بلندترین آمار مبتلا به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته در افغانستان. حکومت خواهان تمدید آتش بس شد. و برزیل در آمار تلفات روزانه کرونا از آمریکا پیشی گرفت. مشروع خبرها. آزادسازی دو زندانی طالب از ولایت بامیان بر اساس حکم محمد اشرف غنی امروز سه‌شنبه 6 جوزا دو زندان وابسته به گروه طالب که در ولایت بامیان دستگیر شده بود آزاد شدند. این زندانی ها به نام های محمد علی و حفیظ الله می باشند. حفیظ الله از زندان بگرام و محمد علی از محبس ولایت بامیان طی یک برنامه با حضور داشت سید انور رحمتی والی بامیان، قمندان امنیه و رئیس امنیت این ولایت رها شدند. محمد علی یک تن از زندانیان رها شده گروه طالبان با ابراز تشکر از حکومت افغانستان خواهان صلح سراسری در کشور شد و تعهد کرد که دیگر به صفوف طالبان بر نمی گردد. سلام علیکم، برای همه سلامتی و خوشبختی برای همه می خواهیم. تشکر می کنم از دولت که ما را آزاد و رها کرد. شما فعلا چه احساس دارید و خواست شما از گروه طالبا و دولت افغانستان چیه؟ خواست ما از گروه طالبا و دولت از ما یک آرامش، صلح، امنیت در کشور بی. وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در یک شبانه روز گذشته 658 رویداد مثبت تازه ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است. این بلندترین رقم مبتلایان به بیماری کووید 19 در یک شبانه روز در افغانستان است. با ثبت این رویدادها شمار مجموعی بیماران کووید 19 در افغانستان به 11831 تن رسید. در 24 ساعت گذشته یک بیمار جان باخته و 31 بیمار دیگر بهبود یافتند. با این رقم شمار مجموعی جان باختگان در اثر کرونا در افغانستان به 220 تن و شمار بیماران بهبود یافته هم به 1128 تن رسید. شورای امنیت ملی میگوید حکومت توقع دارد که خشونت‌ها متوقف شود و آتش بس با گروه طالبان پس از روزهای عید نیز ادامه یابد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز سه‌شنبه 6 جوزا در یک نشست خبری گفت که نیاز است طالبان خشونت را پایان داده و به آتش بس اعلام شده پایبند بمانند. با گفته وی قربانی اصلی جنگ مردم است و دوام این آتش بس می تواند سبب تسریع روند رهایی زندانیان و آغاز گفتگوهای بین الافغانی شود. آقای فیصل افزود که حکومت ادامه آتش بس را ضروری می داند، زیرا با گفته وی بحث های صلح و گفتگوهای بین الافغانی، رهایی زندانیان و آتش بس دو طرف با هم مرتبطند. سخنگوی شورای امنیت ملی همچنان افزود که حکومت 900 زندانی گروه طالبان را امروز از زندان‌ها آزاد می‌کنند، اما به گفته وی آینده این روند به گروه طالبان بستگی دارد. آقای فیصل گفت که طالبان هنوز از تقسیم اوقات رهایی زندانیان عقبند. با این حال وی تصریح کرد که نیاز است تقسیم اوقات رهایی زندانیان نقص نشود. جاوید فیصل گفت که تلاش های حکومت به تنهایی مؤثر نیست و طالبان نیز باید اقدامات لازم را انجام دهند. و خبر اخیر این که مقام های بهداشتی در برزیل می گویند که آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور همچنان سیر صعودی دارد و تلفات در جریان 24 ساعت گذشته برای نخستین بار از ایالات متحده بیشتر به ثبت رسیدند. در جریان 24 ساعت گذشته دست کم 87 تن در برزیل به علت ابتلا به بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست دادند، در حالی که در آمریکا این آمار به 620 میرسد. برزیل با 374,898 ابتلا بعد از ایالات متحده دومین کشور آلوده به ویروس کرونا در جهان است. تاکنون در آمریکا 1.6 میلیون تن به ویروس کرونا مبتلا شدند.
بر اساس آمار خبرگزاری رویترز در آمریکا تعداد فوتی های ناشی از کرونا به 97,971 تن رسیدند. در برازیل آمار جان باختگان از اثر کرونا به 234,747 تن رسیدند. در شرق آسیا تایلند به روز سه‌شنبه گزارش داد که این کشور 3 مورد تازه ابتلا به کرونا را ثبت کرده است، اما کدام مورد فوتی جدید ثبت نشده است. در تایلند تاکنون 3,045 مورد ابتلا به ثبت رسیده است که از این میان 57 تن جان هایشان را از دست دادند. بنده های عزیز، سپاس از توجهتان.